من لیلی انور هستم، استاد زبان و ادبیات فارسی در اینالکو، یعنی مؤسسه زبان‌های شرقی در پاریس، و چند کتاب از ادبیات کلاسیک فارسی ترجمه کردم به فرانسه. کار خیلی اصلیم در واقع هم تدریسه و هم ترجمه. از جمله منطق الطیر عطار رو ترجمه کردم و لیلی و مجنون جامی. این که البته از مهمترین کارهامه، وگرنه یک کتاب راجع به مولانا نوشتم، زندگی و آثار مولانا و افکار مولانا. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزم، دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم. این شعر زنان افغانستان رو من تقریبا 20 سال پیش کشف کردم و از اون موقع شروع کردم خورده خورده ترجمه کردن، چون که خیلی روم اثر گذاشت، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی یه جوری انگار که این صدا رو باید برام خیلی مهم بود که این شعرها و این صدای زنان افغانستان رو به گوش فرانسه زبانها برسونم، برای اینکه برای خودم خیلی مطرح بود و روی خودم خیلی اثر عمیقی گذاشت، به خصوص که اصلا نمیدونستم که سرزمین افغانستان اینقدر زیاد شاعر داره، یعنی اینقدر زنایی هستن که در این سرزمین شعر میگن و شعرهای زیبا میگن و حتی نوآوری میکنن در شعر. زنان افغانستان ممکنه که وضعیت سیاسی یا اجتماعی باعث بشه که صداشون به گوش کسی نمیرسه، زیر چادری نهفته باشن و اینها، ولی با این حال این زنان حرفی برای گفتن دارن و شخصیتشون رو نگه داشتن و حتی وقتی که اجازه ندارن برن مکتب یا ما میگیم مدرسه، با این حال خوندن و نوشتن یاد میگیرن در شرایط بسیار سخت، ولی این کارا رو انجام میدن. شاید حق ندارن کار کنن، ولی زندگیشون به زندگی و به فکر کردن ادامه میدن و این خیلی مهمه که آدم اینو بگه و این رو به گوش مردم غرب برسونه. چیزی که برای من مطرح بود این بود که نشون بدم که هر چقدر وضع سخته، این زنا شجاعن و این زنا حرف برای گفتن دارن و ما فقط باید گوش بدیم به این حرف و صداشون رو برسونیم. نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم، من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم.